دست نمی‌تواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در حوزه علل عقب ماندگی با عرض درود و سلام و احترام خدمت یکایک که شما بینندگان گرامی، با برنامه چهارم از مجموعه برنامه هایی که عنوان کلی اون فهم کنش، رفتار یا سیاستگذاری رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی هست، در خدمت شما ایم. خب امروز روز پنجشنبه 20 اردیبهشت برابر با 9 ماه می در خدمت شما هستیم. برنامه چهارم ادامه 3 برنامه پیشینه که ما سعی کردیم نکاتی رو که شکل دهنده آن چیزی است که ما یک جامعه ارگانیک امروزی میبینیم به شکل جدا و مجزا ارائه بکنیم، مثل یک بدنی، مثل یک ذهنی که به مرور زمان شکل میگیره و هر جزئی در یک کل کاری رو به عهده داره. ما سعی کردیم از مقوله فرهنگ آغاز بکنیم، بعد نگاهی بندازیم به یک عنصر مهم فرهنگ ساز در درون جامعه ما که اون دین و مذهب، ویژگی های دین اسلام و مذهب شیعه رو نشان دادیم. سعی کردیم مثال هایی ارائه و اقامه بکنیم، سپس به مسئله ایدئولوژی تا حدود کلیاتی پرداختیم و امروز هم سعی میکنیم مبحث ایدئولوژی رو ادامه بدیم و در نهایت اگر شد در این برنامه و اگر نه در برنامه پایانی که برنامه بعدی ما در هفته آینده خواهد بود، فهم کنیم که چرا رژیمی مثل جمهوری اسلامی چنین رفتار میکنیم و این یک الگوی رفتاری برای تقریبا تمام رژیم های ایدئولوژیکه. حالا ممکنه ایدئولوژی هاشون متفاوت باشه، ابزارهاشون متفاوت باشه، بسته به مقتضیات زمان و مکان دگرگون شده باشه، اما از یک الگوی رفتاری تبعیت میکنن. یعنی اگر شما میخواید رفتار هیتلر و اعوان و انصارش رو بسنجید، رفتار استالین و رفقاش رو فهم کنی، رفتار سید علی خامنه ای و دار و دستش رو به نوعی تبیین و تفسیر بکنی، از همین متد و روش باید جلو برید، نه اینکه خودتون رو جای اون بگذارید یا اسنادی رو معیار بگیرید که در درون ایدئولوژی اونها محلی از اعراب نداره. یعنی شما نمیتونید بگید چرا سید علی خامنه ای طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر رفتار نمی کنه، چون اصلا اون نیامده که طبق اون رفتار بکنه. او در درون یک ایدئولوژی با یک متد، با یک روش، با یک مبانی سر و کار داره که مبنای مشروعیتش هم، مبنای قدرت گرفتنش هم. او که نمیاد مبانی قدرت خودش رو از دست بده. دموکراسی یک بستری است که برای عده‌ای که مردم جامعه هستن مبنای مشروعیت ایجاد میکنه. یعنی یک انسانی میاد در درون یک جامعه دموکراتیک در قالب حزب یا هر گروه دیگری مبارزه میکنه، صلاحیت و شایستگیش رو نشان میده و بعد از طریق مردم انتخاب میشه. دارایی او چیست؟ توانایی او، علم او، مهارت او، منابع قدرت او که باعث میشه مردم به او رأی بدن. اما این دموکراسی برای همه کارگر نیست. یک آخوند، یک روحانی، یک مرجع تقلید، یک خلیفه نمیتونه بر اساس روش دموکراتیک بیاد و مبارزه بکنه، چون صلاحیتش رو میدونه نداره. بنابراین او از طریق دیگری خودش رو محق نشان میده و اون در درون ایدئولوژی است. یک ایدئولوژی که سعی میکنه به مردم نشان بده که حاکمیت از آن مردم نیست، از آن فقه هاست. حاکم باید فقیه باشه، مرجع تقلید باشه. بنابراین این ایدئولوژی به شما می قبولانه که رقابتی معنا نداره که سلیمانی امیری بیاد با سید علی خامنه‌ای رقابت بکنه. اصلا معنی نداره، چون سلیمانی صلاحیت نداره.
لیاقت نداره، توانایی نداره، شایستگی نداره. اون ایدئولوژی در ذهن مردم نشانده که روح الله الموسوی الخمینی محق بر خلافت و امامت و ولایت، نه بقیه افراد جامعه. پس کسی که مبنا و نردبان قدرتش در درون یک ایدئولوژی هست، هیچ وقت اون نردبان را از زیر پای خودش نمیکشه، چون بلافاصله سقوط میکنه. اگر رژیم جمهوری اسلامی مجلس ملی ایجاد بکنه، مجلس مردمی ایجاد بکنه، اگر آزادی بیان بده، رسانه ها رو آزاد بذاره، مطبوعات رو آزاد بذاره، شبکه های اجتماعی رو آزاد بذاره، شایسته سالاری رو در درون جامعه محقق بکنه، دیگه اسمش جمهوری اسلامی نیست دوستان، اون دیگه میشه یک رژیم دموکراتیک. و فردای اون روزم سید علی خامنه‌ای بر قدرت نخواهد، کسی که 40 و اندی ساله در درون این نظام همه جور مسئولیت داشته، در این 20 سالی هم که رهبره حتی یک بار هم نیامده پاسخ بده نسبت به غلطهاش، اشتباهاتش، پرسش های مردم. در مورد مردم فلسطین ایشان رفراندوم رو قبول داره، اما در مورد خودش رفراندوم رو قبول نداره. رفراندوم برای مردم ایران مناسب نیست، مثلا مردم صلاحیت و لیاقت و توانایی ندارن که بخوان تشخیص بدن. دیدید دیگه، این از سخنان این آقاست، مردم توانایی ندارن. اگر جنایتی صورت میگیره، جنایتکاران از نظر این رژیم در درون ایدئولوژی قابل فهمه. یه فعال حقوق بشر میگه خب برای چی خواننده رو شما میبرید در زندان؟ خب اومده یه آهنگی خواند، یه ترانه ای خواند، یک بانوی هنرمندی آمده مثلا در شبکه اجتماعیش اظهار نظری کرده، برای چی میگیریدش این حقوق بشر؟ برای چی دارید میگیریدش؟ خب هنوز نمیفهمه حقوق بشر برای این از محلی از عراق نداره. مبنای حقوق در درون ایدئولوژی هایی مثل جمهوری اسلامی شرعه، وحیه، جایی که افراد نباید بیان در درون جامعه نقد کنن نهادهای دینی رو، احکام شرعی رو، خواست خدا رو. دیدید دیگه، ما تو برنامه روز سه‌شنبه از زبان علی ابن ابی طالب خواندیم. مردم کاری نیستن که حلال رو حرام بکنن، حرام رو حلال بکنن، حکم خدا رو معطل بکنن. اینا این گونه میفهمن. اون داستان بازیگر سینما و اون بحث مرغ رو من مطرح کردم به همراه بمب برای همین بود. شما اگر بخواید آخوند رو فهم کنید، باید برید در ذهن آخوند. یک پزشک، حالا در گذشته این کالبد شکافی های انجام میشد برای کشف بیماری، میرفتم به عنوان پزشکان بالینی بر بالین بیمار ببینن این بیمار چرا دچار چه عارضه هایی است، واکنش بدنش نسبت به دارو چطوره، چه ساعاتی از شب حالش بد میشه. دیدید، بر بالین باید حاضر بشید. خیلی عمیق‌تر میخواید بشید، علت بیماری رو کشف کنید که عیان نیست، کالبد شکافی میکنه. اون بدن رو میشکافن، میرن در داخلش نگاه بکنن اثرات سموم چی بوده، کدام یک از اندام‌های حیاتی بدن او دگرگون شده، اون کارایی رو نداره. شما برای اینکه آخون رو فهم کنی، رژیمش رو فهم کنی، باید کالبد شکافیش کنی، بری تو مغزش. نگاه من به یک یهودی با نگاه یک آخون به یهودی خیلی فرق میکنه. من اون یهودی رو میبینم به عنوان یک انسان، عقایدی داره که نمیپسندم، اما شأن و شخصیت اجتماعیش رو به عنوان انسان میپذیرم، همانند من دارای حقوق شهروندی است، میتونه کار خودش رو پیش ببره. همونطور که من ممکنه عقاید او رو خرافی بدانم و نپسندم، او هم ممکنه عقاید من رو ناموجه بدونه. اما یک شهرونده، حق زیستن داره، حق تصمیم گیری نسبت به مسائل خودش داره. اما یه آخون اینطوری نگاه نمیکنه. او اون رو نجس میدونه، کافر میدونه، دشمن دین و رسول میدونه، چون در ذهنش پر از این است که این یهودیان رسول ما رو مسموم کردن، این یهودیان در کتابهای ما اسرائیلیات وارد کردن،
این بهاییان جاسوسان صهیونیست ها هست. او این گونه پدیده ها رو نگاه میکنه، فقط هم نسبت به انسان ها نیست، نسبت به هر چیزیست که در درون اون ایدئولوژی ارزش گذاری منفی بهش شده. رفتار اینها با سگان رو نگاه بکنی، دشمنیشون با سگها رو نگاه بکنی، از کجا برمیاد؟ چرا روز به روز در صدر این هستن که سگگردانی یا به نوعی حالا سگانی که در خیابان ها هستن یا جای دیگر نابود بکنن، بکشن، جریمه بکنن؟ برای چی؟ چون سگ در آیین اینها نجس. یعنی اگر ببینن در جهان غرب یک انسانی به حیوانات مهر و محبتی داره، این سگ رو بغل میکنه، استفاده میکنه، بازی میکنه، ازش از نظر احساسی ارتباط برقرار میکنه، اینا ناراضی هستن، حیوان نجسه. اما نسبت به حیواناتی خوب هستن که در ایدئولوژیشون خیلی محبوبن، مثل شتر. دیدید دیگه، ادرار شتر رو هم در همین کشورها، بعضی از کشورهای اسلامی نوش جان میکنه. چرا؟ چون رسول الله و دیگران گفتن شتر این گونه است و یک عده‌ای بیمار شدن به نظر رسول الله آمدن. رسول الله گفت برید اونجاش از ادرار شتران میل کنید، خوب میشه. چه چیزی سبب میشه که این مردم نسبت به شتر مهربان باشن و نسبت به سگ بیزار؟ به دلیل اینکه ایدئولوژی به اونها این روابط رو، این مناسبات رو تلقین کرده. دیه یک مرد 100 شتر است. خب بگه کجا چرا شتر آخه؟ چه منطقی؟ چون ایدئولوژی گفته. عبدالمطلب نامی، بنا اینکه عبدالله پدر پیامبر اسلام کشته نشه، فدیه میده. نذر کرده بود که یکی از فرزندانش رو بکشه. یک کاهنی آمد به او گفتش که قرعه بکش. 10 شتر 10 شتر با عبدالله. هر زمان قرعه به نام عبدالله افتاد، 10 شتر اضافه بکن. و هر زمان قرعه به نام شتران افتاد، همون شتر رو بکش، عبدالله دیگه آزاد. بعد دو مطلب این کار رو کرد. 10 شتر گذاشت، قرعه کشید به نام عبدالله افتاد. دوباره 10 شتر اضافه کرد. تو 20 شتر دوباره قرعه کشید به نام عبدالله. دوباره 10 تا اضافه کرد تا رسید به 100. وقتی 100 شتر با عبدالله رو قرعه کشید، به نام 100 شتر افتاد. این شد دیه مهد مسلمان و در قوانین جزایی ما هم. حالا به کار احمقانه بودنش نگاه نمی کنیم ما. فقط نگاه کنید مردم ما چقدر این احکام رو الهی و عقلانی می دونن. وقتی ریشه یک مطلب رو ندانی، فکر میکنیم که این احکام خداست، بدیهیه، طبیعیه، نباید تو شک کرد. ما پیشتر هم عرض کردیم نزد جامعه ما بدیهی شده که انسانی فکر کنه زنان جامعه عقلشون کمه، اینا توانایی ندارن، اینا نمیفهمن. آخوندم نداره ها، خیلی از افراد دیگه هم این باور رو دارن. من یک کلیپی دیدم از شاه سابق ایران، همسرش کنارش نشسته، یه خانومی داره باش مصاحبه میکنه، میگه آقای اعلی حضرت شما حالا به هر حال اگر فوت بکنید آیا این خانوم میتونه اداره بکنه مملکتو؟ اون کلیپ رو نگاه بکنیم، یعنی در تمام ارکان فکری مردممون نفوذ میکنه که زنان ناقص العقل، زنان نمیفهم. کی این تلقین رو به اون افراد میده؟ ایدئولوژی، دین. ما در کارکرد ایدئولوژی اشاره کردیم. یکی از مهمترین بحث‌ها در ببخشید ایدئولوژی تبیین پدیده هاست. یعنی که اصلا ما کی هستیم؟ در کجا زندگی میکنیم؟ این کرات برای چی درست شدن؟ این حیوانات دوروبر ما برای چی خلق شدن؟ بعد مرگ کجا میریم؟ روابطمون چرا پیروز میشیم؟ چرا شکست میخوریم؟ چرا یکی دیگه زیباتر از ماست؟ چرا اون یکی دیگه زرنگتر از ماست؟ نام سوالاتی است که برای بشر ایجاد میشه. هر پرسشی یک پرسش دینی یا ایدئولوژیک میشه در درون اون فهم ایدئولوژیک ارزش میکنه. یعنی اگه جامعه دینیه، میخواید بگید چرا آی شهرتی سوادش از سلیمانی بالاست؟ میگه خداوند به او عنایت داشته.
فرشتگان او رو دوست داشتن. میگه چرا آقای شهرتی زیباتر از سلیمانیه؟ میگه چون صورتگر خداست. زمانی که ایشان در رحم مادر بود فرشتگان آمدن صورت او زیبا خلق کرد. چرا سلیمانی زشته؟ به خاطر اینکه جنبه‌هایی از شیطان در زمان بارداری مادر او وجود داشت. دیدید اینا در کتاب‌های علل و شرایع، شما اینا رو بخونید. شیخ صدوق دو جلد کتاب داره علل و شرایع، دیگران هم دارن. اصلا علل نگاری در درون کتب دینی برای همین بوده که انسان‌های مثلا پرسش داشتن، در مورد طبیعت گرفته، در مورد خودشون گرفته، در مورد فرزندانشون گرفته، این پرسش‌ها رو می‌پرسیدن. علمای دینی، تئولوگ‌ها، با اونا بعدها ایدئولوگ‌ها، اینا سعی می‌کردن پاسخ بدن. من اساس همون دریافت‌های خودشون پاسخ می‌دادن. فرصت دارین کتاب علل و شرایع شیخ صدوق و اینا رو بخونید. به قدری پاسخ‌ها مضحکه که شما می‌فهمید تفاوت دین، ایدئولوژی و علم در اینجاست که ما بعدا توضیح خواهیم داد. زیرا این دوتا سعی میکنن به هر پرسشی پاسخ بدن. نمیدانم در درون اون ایدئولوژی معنی نداره، در دین معنی نداره که از رسول الله سوال کنیشون بگه من نمیدانم. اگر خود او هم ندانه خدا میدانه، اما بنابر مصلحت هم اگر هست نگفت. برای همینه که دین میگه ما برای هر چیزی پاسخ داریم. ما علم نمیگه ما برای هر چیزی پاسخ داریم. پس شما میگه آقا ما میمیریم کجا میریم؟ چون برای بشر سواله. که مثل انسان فوت میکنه به کجا میره؟ علم هیچ پاسخی نداده. چون ویژگی های خاصی داره علم. که حالا ما بعدا عرض خواهیم کردیم ویژگی ها چیست. بعد از پایان ایدئولوژی به بحث علم میپردازیم. که مشخص کنیم تمایز اینا در کجاست. تفاوت جامعه دینی، جامعه ایدئولوژی زده و جامعه علمی و عقلانی در کجاست. اینا رو میخوام فهم کنیم. اصلا کار ما ایناست. دین برای هر چیزی پاسخ داره. میری پیش آخوند میگه آقا مرگ مردم کجا میرم؟ دقیق لحظه به لحظه بعد از مرگتون رو اون آخونده بلده. وقتی رفتی در قبر دفنت میکنن، فشار اول قبر هست، نکیر و منکر میان بالا سرت، اون یکی سوال میکنه، اون یکی به تو میگه که تکونت میده جواب بده. دقیقا لحظه به لحظه رو برای شما ثبت و ضبط کردم. تمام راه ها رو بلدم. یه روزی آخوندی رفت تو شهر، یه پسر بچه ای رو دید. و پسر جان راه مسجد کجاست؟ گفت مگه شما نمیدونی؟ گفت نه. و من حسابی شما از اون سر دنیا تا اون جهان و همه چیز رو میگی، من راهاشو بلدم، از کدوم مسیر میرن، چطور سعادت پیدا میکنن، چطور بدبخت میشن، بعد راه مسجد شهر ما رو بلد نیستی؟ شما که از غیب خبر داری، یک مسیر ساده رو نمیدونی کجاست؟ این برای اینه که در درون این باورها سعی میشه برای هر سوالی احمقانه ترین جوابها رو هم بدن و ابایی هم نداشته باشن از این مسئله. حالا من عرض میکنم دلایلش چیست. پس یکی از مسائل این است که ایدئولوژی هم مثل دین سعی میکنه پدیده ها رو برای ما به نمایش بگذاره، نشان بده. مشکلات در کجاست؟ مسائل جامعه چیه؟ چطور میشه حلش کرد؟ و غالبا هم ایدئولوژی مثل دین بسیار ساده پاسخ میده. همونطور که عرض کردم به یه عالم دین بگید چرا جزر رو مد میشه؟ در کتاب هم علل شرایع آمده. شیخ صدوق میگه علی بن ابی طالب پرسیدن ازش که مولا تو که میگی من صاحب علم هستم، دیدید دیگه اون روایت پیامبر و اینها رو، نه مدینه تول علم علیون بابوها، شما به من بفهمید جزرومت برای چیه؟ چرا آب بالا میره پایین میره؟
ایشون میگه یه فرشته ای هست به نام رومان، وقتی پاشو میذاره تو آب، آب میره بالا مد میشه، و وقتی پاشو از تو آب بر میداره، آب میره پایین جزر میشه. دقیقا مولا علی فکر میکرد همون لگنی که میارن، ایشون پاشو میذاره تو آب میاد بالا، بعد پاشو بر میداره آب میره پایین، همون جوریه. پدیدهای طبیعی هم همون جوریه، دریاها و رودها و اینا همین جوری کار میکنه. ساده. امروز میدونیم که اینا غلط، اما دین میخواد به مخاطب خودش بگه من مسائل رو میفهم. ایدئولوگا هم همین کار رو میکنه در مورد پدیده های اقتصادی اجتماعی به نگاه بود. چرا جامعه ما عقب مانده است؟ چون همه خائن هم. چرا اونا پیشرفت کردن؟ چون دزدن. دیدید دیگه، ما داریم دیگه. جامعه کمونیستی رو نگاه بکنیم، مشکلات چطور برایشون ساده حل میکنه. اقتصاد همه چیز، این زیربناست، ما بقیه همه روبنا. مناسبات اقتصادی عوض بشه همه چیز حل، در حالی که ما میدونیم همه چیز حل نیست، اما مسئله اقتصاد مسئله مهمی است. عامل بدبختی کیه؟ کشورهای غربی، این پدرسوخته ها، اینا هستن که میان مردم رو میدوشن، اینا ما رو بدبخت کردن. آخوندام هم اینو میگن، میگه آقا اعلامیه جهانی حقوق بشر، میگه بابا این سندیه که اونا میخوان به ما اعمال نفوذ بکنن، میخوان تحت عنوان حقوق بشر یه کمیسیون تشکیل بدن، بعد بیان در کشور ما نگاه بکنن زندانهای ما رو. میگه این سند توطئه هست. به شما چه مربوط تو زندانهای ما چه خبر؟ به شما چه مربوط ما افراد میگیریم اعدام میکنیم؟ این حرفشون اینه. و چون اون سند مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ها و گروه ها و کارگروه های مختلف مانع هستن، نظارت میکنن، یک گزارشگر ویژه از سوی سازمان های بین المللی تعبیه میشه، اونو خطر رو احساس میکنن. برای همین برمیگردن به این که بابا اینا همه برنامه است برای اینکه ما رو زیر نظر بگیرن. اوغلای جامعه می نشینن در سازمان ملل طرحی میدن، رژیم رد میکنه. میگی چرا رد میکنین؟ اینا طرحایی است که میخواد آموزش پرورش ما رو از بین ببره. طرحهای غربی است، به درد ما نمیخوره. میگه خب اونا چرا حالا پیشرفت کردن؟ اگه بده خب اونا به کار گرفتن پیشرفت کردن. پاسخی نداره، اون محاسب ما نیست. کلیشه مبتذل. دموکراسی کلیشه مبتذله، به درد ما نمیخوره. ما ایرانی اگه بودیم یک کلمه میساختیم براش. حالا اینا روزنامه نگاران ما هستن دوستان. روزنامه نگار وقتی میگم عمق فاجعه در اینجاست. مهم نیست دکتر و مهندس چه القابی به اینها داده میشه. تسخیر ذهن جامعه از قبل همین اندیشه هست. زمانی مطهری ها می آمدن برای مردمی که حالا تو حسینی ها بودند و جاهای دیگه سخنرانی می کرد، ذهن اونها رو مسخر اندیشه های خرافی می کرد. همون آقای مطهری می آمد می گفت آقا این چهارشنبه سوری عقاید ابلهان و خرانه، که آقا از رو آتش میپری، بعد میگی نمیدونم زردی من از تو، سرخی تو از من، اینا. اما همین آدم رمی جمرات و سعی صفا و مروه و اون حج رو خیلی عقلانی میدونه، که سعی برابر خرافی تره از اون یکی. نمیدونم خرافی که بسیار بسیار احمقانه هم هست، غیر انسانی هم هست، اما اینا اون یکی رو بد میدونن. این که مال خودشون هزار برابر خرافی تره، اینا رو قبول دارن. اینها بر ذهن مردم حکومت، مردمی که در درون یک ایدئولوژی حل میشن، دیگه مناسبات رو تشخیص نمیدن که آقا ما خودمونم جایی که ایستادیم غلطه. اگر مسیحیت اندیشش خرافیه، وقتی ما ازش میپرسیم دلیلی نداره، خود ما مسلمانان هم اگر یکی از ما سوال بپرسه دلیلی نداریم. دلیل نداری اندیشه میشه خرافی. خرافه یعنی اندیشه یا باوری که مبتنی بر دلیل نیست. ما بهش میگیم خرافه. مزخرفات یعنی اون آرایش ها آراستگی ها چیزایی که میذاری تنش اما دلیل نیستن، اونو زیبا کرده برای از مکانیزم های دیگری استفاده میکنه.
ترس تو رو التیام میده، التهاب تو در مورد که پاسخی نداری رو پاسخ میده. یه عده دیگه در امر سیاسی این کارو میکنن که من عرض کردم. دموکراسی مبتذل است، سکولاریسم مبتذل است، لایسیته مبتذل است، همه چی مبتذل. بعد مردم ما هم باور. همون میگیم اشکالی نداره. بله هر ایده ممکنه دلایل غلط درست باشه، اما دلیل چیه؟ چون ما نامی براش انتخاب نکردیم، یعنی اون غلطه. حالا شما از موبایل استفاده میکنید، اگر نامی براش انتخاب نکنید، آیا این وسیله کارایی نداره؟ قابل استفاده نیست؟ از علوم، تکنولوژی، اصلا اندیشه هیچ وقت محدود به یک ملت نیست، مربوط به همه ملل. این میراث انسانی است. اگر ما دیدیم اندیشه‌ای در جایی ایجاد شد و تونست حال جامعه رو خوب و خوش بکنه، ما باید اون رو به کار بگیریم. اینکه ما در رژیم جمهوری اسلامی درد میکشیم، برای چی داریم درد میکشیم؟ برای اینکه این اندیشه ها جامعه ما رو به انحطاط برد. امروز به دنبال حقوق بشری، به دنبال دموکراسی هستیم. نه اینکه اینا بی ایرادن ها. هیچ وقت کسی نگفته حقوق بشر بی ایراده، دموکراسی ایرادی نداره، سکولاریسم ایرادی نداره، اصلا چربی نیست. بس بر سر اینا بهترین طرحی هستن که ما امروز داریم. به یکی بگی آقا بیا با ماشین برو، بگه بابا ماشین ممکنه تصادف کنم، میگه خب بله ماشین ممکنه خراب بشه، ممکنه تصادف کنم، اما بهترین وسیله ای که شما میتونی یه مسافت 2000 کیلومتری رو باش بری، میخوای پیاده بری بفهم، میخوای الاغ سوارشی بری بفهم، سه ماه بعد تو راه باشی. اما بهترین وسیله اتومبیله. اما کسی نمیگه اتومبیل بد نیست، نه ایراداتی هم داره. گاهی ما دچار مغالطه کامل نامیسر میشیم. وقتی صحبت از حقوق بشره میگم با حقوق بشر هم خوش ایراد داره. در کشورهایی که حقوق بشر هست ببین اونجا هم آدم کو بحر همه جا هست، اما درصدش چقدره؟ همین که فضایی فراهم گروه های مختلف اجتماعی در جهان جوامع غربی زندگی بکنه، همین مسلمان ها، همین مسلمانان، شما نگاه بکنید همون سران جمهوری اسلامی اولین کاری که میکنن فرزندانشون رو میفرستن شما برید اقامت بگیرید، گرین کارت بگیرید، تابعیت بگیرید، پاسپورت اون کشورها رو بگیرید. دیدید دیگه ولشون میکنید صبح تا شب تو کانادا این برابر پلاسه. خب مگه نمیگه غرب وحشیه؟ خب شما اونجا چه غلطی میکنید؟ مگه نمیگه کشور ما بهشت زیر سایه امام زمانی؟ خب چرا فرزندتو میفرستی جای دیگه ای؟ چون دروغگویید، چون مزورید، چون شیادید. یه تعبیری لنین داره، تعبیر جالبی است، میگه اینا کسانی هستند که با پاهاشون رأی میدن، یعنی زبانشون میگه که اونور اخه، اما موقعی که میخواد عمل کنه با پاش میره همونجا. چند وقت پیش یه مصاحبه دیدم در یکی از این رسانه ها، یه آقای سجادی نامی تو امریکا هم مثل که هست، آمده بود صحبت از ولایت فقیه و نمیتونم رژیم جمهور. خب عزیز من تو کجا 20 سال اونجایی؟ میگه من خبرنگارم، 30 سال تو اون کشور داره زندگی میکنه تو امریکا و جای دیگه، بعد میگه من خبرنگارم اومدم اینجا تحقیق بکنم. تمام همین اراذل و باش رژیم ولشون بکنی پاشون اون طرف، اما میگن غرب وحشیه، اونجا زندگی نمیشه کرد، ما اینجا زیر سایه آغاز امام زمان منتظر ظهور و مردم ساده دل ما هم باور کردن اینا مردان خدا هست، اینا مردان اخلاق هستن. البته که مردان خدا هستن، چون خدای اونها همین ویژگی رو داره، مکار، هیلگر، جبار، منتقم، همین رو داره الله، همین کار رو میکنه. اینا اگر یک نفری رو پیدا بکنن میبرن در زندان، شکنجهش میکنن، میکشن، طرف راحت میشه در نهایت. اما الله که ولکن شما نیستی، شما رو ببره اونجا تو آب جوش میذاره، میسوزونت، دوباره پوست در میاری، همین کار ادامه میده، بمیری دوباره شما رو زنده میکنه، ولکن شما نیست. ببینید دیگه اون کیه؟
فقط به نام خداوند رحمان و رحیم. آخه که رحمان و رحیم بودنش در کجاست؟ هر روز نماز میخونید، اینا رو میخونید، به ما بگید که این رحمان و رحیم بودنش ما فهم کنیم. ساده کردن پدیده ها کار ایدئولوژی، مشکلات جامعه تک خطی، در حالی که تمام اندیشمندان و حوزه علوم اجتماعی میدونن هیچ جامعه ای نیست که مشکلش یک بودی باشه، تک ساحتی باشه، تک زمینه ای باشه. عوامل متعددی در اون دخیلن و یک شبه هم رخ نمیدن. انحطاط یک جامعه ممکنه نزدیک به 100 سال زمان ببره، پیشرفت یک جامعه هم 100 سال زمان میبره. من دیروز در این برنامه عرض کردم در فرانسه از انقلاب 1789 تا سال 1905 که قوانین مربوط به لایسیته مستقر شد 115 سال زمان برد. مبارزه بر علیه کلیسا و ایجاد یک فضای عرفی در درون جامعه فرانسه 115 سال زمان برد و تازه فراز و نشیب هم داشت. یعنی یه جایی لایسیته بیشتر برقرار شد، یه جایی دیگر دوباره با برآمدن ناپلئون بناپارت ها یا گروه های دیگر دوباره عقد اخوتی با کلیساها بسته می شد، مثل سلسله جبال کوها که یه جایی میری بالا بعد میای پایین، میری بالا میای پایین تا آخر میرسید به یه قله بسیار رفیع. اما ما اینا رو نمیبینیم، فکر می‌کنیم یه شبه رخ میده. هیچ جامعه یک شبه دموکراسی نرسیده. شما به انگلستان نگاه بکنید، از 1215 که منشور مگناکارتا رو اون بارونها و اشراف بر شاه تحمیل میکنند تا امروز چند سال زمان برده؟ فراز و نشیب داره. دائما در درون جامعه شما در حال تغییر هستید، تحول هستید. یه زمانی جلو میرید، یه زمانی ممکنه بنابر حوادث عقب بیاید، جنگی میشه، نزاعی میشه، شورش داخلی میشه، قحطی و خشکسالی میشه. همین ها در روند پیشرفت و توسعه کشور تداخل ایجاد میکنه، مانع ایجاد میکنه. اما نباید مایوس شد. جهش تاریخی هم نداریم. یعنی فکر نکنید یک واکسنی درست میشه به ما ایرانیان میزنن، 5 سال بعد همه میشیم انسانهای دموکرات، جامعه ما میشه دموکرات، فضا باز میشه، آزادی میشه. نه، تا زمانی که ذهن ما تغییر نکنه اعمال ما تغییر نخواهد. تا زمانی که اعمال ما تغییر نکنه ساختارهای جامعه مناسب خودمون نخواهیم ساخت. و در این کار در حال نزاع هستیم. نزاع با کسانی که خواستار تثبیت وضع موجودن. وقتی صحبت از تجدد و سنت میشه، در واقع صحبت از دو نزاع نیروهای اجتماعی است. کسانی که دنبال این هستن جامعه همینطوری بمونه، برگرده به 1000 سال قبل، به عصر رسول الله، و کسانی که میخوان رو به جلو برن، متجددین، روشنفکران، روشنگران، کسانی که نگاه به جلو دارن برای توسعه. همیشه نزاع بوده. شما به تاریخ قاجار ما نگاه بکنید، از زمان عباس میرزا به این طرف که این نزاع خیلی جدی شد. نکته به ذهنم آمد، اینم عرض کنم، یکی از پدیده هایی که در واقع کار ساده سازی رو انجام میده مسئله اوتوپیا سازی است. یعنی ایجاد یک جامعه ای که در اون همه چی خوبه، از انتوپوس و انتوپوس گرفته شده ریشش، که به معنای خوب یا به نوعی ناکجا آباد است، یک آرمان شهر. ایدئولوژی ها سعی میکنن آرمان شهر سازی بکنن. ادیان هم همینن. چه قدیمی ترین این اندیشه ها رو اگر شما نگاه بکنید در کتاب های تاریخی، همیشه یک عصری وجود داره که عصر طلایی است، مربوط به گذشته، و یک آرمانی برای آینده که ما بهش میگیم اوتوپیا. ادیان و ایدئولوژی ها سعی میکنن این دوتا رو کنار همدیگه قرار بدن. یعنی سعی کنن نشان بدن یک جامعه آرمانی در گذشته، یک عصر طلایی وجود داشته، که شما در میان چینی ها هم دارید اوتوپیا سازی، یونانی ها هم داشتن، حتی خود کتاب جمهوری افلاطون تا حدودی، علاوه بر اینکه کتابی است در حوزه عدالت و فلسفه سیاسی،
یک کتابی است که اوتوپیا سازی هم در اون شده، یعنی یک جامعه‌ای که در اون فیلسوفان شاه هستن، شاهان فیلسوفان، همه چیز روی به روال و تعادل و عدالت، و شما جنبه‌های اوتوپیا سازی رو می‌بینید. در همون زمان عصر طلایی هم مثلا شما وقتی به جامعه یونان آن زمان بین مورخین نگاه میکنی، بحث قانون مثلا مسئله مهم نیست. خب یک شاخصی دارن اسپارتا، یک شخصی به نام لوکورگوس، ایشون قانونگذار اسپارت بوده. عصر او عصر طلاییه. در درون ایدئولوژی نشان میدن که مثلا ما یه عصر طلایی داشتیم. ما ایرانیان هم همین، دوران هخامنشیان عصر طلاییه، مسلمانان هم عصر طلایی دارن، دوران رسول الله، کمونیست هم عصر طلایی دارن، کمون اولیه. که شما میخوای به مرور زمان از یک جامعه سرمایه‌داری برسی به جامعه سوسیالیستی و بعد برسی به جامعه کمونیستی، دوباره برگردی به اون عصر طلایی. ایدئولوژی ها سعی میکنه اینا رو بسازن، به ما ارائه کن. ساده سازیه، اما اثراتی داره. اصلا چرا سراغ اینها میرن؟ من در این برنامه عرض کردم تا زمانی که مشتری وجود داره شما کالای معیوب رو هم میتونی بفروشی، چون مشتری میخواد این کالای معیوب. تا کالای معارض اون، هم عرض اون ارائه نشه، داستان تمام. مردم بر همون روال قبلی هم. دین سالها قدرت داشت، و یا به خواست خودش عقب رفت به هیچ عنوان. فضای علمی آمد، آرام آرام معارض دین شد، دین در مبارزه با او کم آورد، چون دیگه نمیتونست پاسخ علم رو بده. اگه کسی بیمار میشد، دین میآمد میگفت شفا و دعا و نذر و نیاز و صدقات بدی، علم میگفت دارو بدید، واکسن بدید. بعد به مرور جواب فهمیدن که بابا اون راز و نیاز به کار ما نمیاد، باید دارو استفاده کرد، به سراغ علم رفت. دیگه با خواندن ونیکاد و نمیدونم این داستان ها کسی درمان نمیشه. امروز به جایی رسیده که شما نگاه بکنید، سران جنایتکاران جمهوری اسلامی هر کدوم مریض میشن، اولین تلفنی که تو دفترشون هست آقای دکتر سمیعی در آلمان، سری زنگ بزنیم دکتر ما آمدیم، یه جایی برای ما بگیر، اون رو هم یه هتل بیمارستانی براشون تعبیه میکنه که برن تو درمانش. چرا نمیری حج؟ چرا نمیری عتبات؟ اگه نمیگید خاک کربلا، تربت کربلا شفا میده 80 تا بیماری رو، 90 تا بیماری رو. اگه نمیگید زیارت و بارگاه علی ابن ابی طالب شما رو مسئول نگه میداره، خب برید اونجا. چرا نمیدید؟ چون علم نشان داده اینا مزخرفات، اینا جوابگو نیست. بلافاصله با اولین پرواز باید بریم در آلمان، بریم در لندن، بریم در جایی دیگه خوندن. در حوزه‌های دیگرم تا زمانی که یک کالای خوب نسازیم، نتیجتا مردم همون کالاهای معیوب رو استفاده می‌کنن. امروز در ایران ما اگر روشن فکران ما، روشنگران ما، منتقدان ما بدیلی نسازند برای ارزش‌هایی که در یک فرهنگ معیوب وجود داره، خب طبیعی مردم همونا رو پیگیری می‌کنن. اگه فضای دینی عوض بشه، شما باید ارزش‌های مدرن رو، ارزش‌های علمی رو به جامعه تزریق کنید. فرهنگ نقد و سنجشگران اندیشی رو در جامعه تزریق. وگرنه مردم اون جامعه همون کالای معیوب رو مجبورن مصرف، چون بخشای از ذهنشون رو پاسخ میده. در اوتوپیا سازی یکی از بخشا همینه که شما مردم رو امیدوار میکنی به یک جامعه آرمانی که شکل میگیره. اصلا مهم نیست که صدق و کذب داره، اصلا وجود داره، واقعی هست، در جای محقق شده، اصلا مهم نیست. اون جامعه رو برای شما به تصویر میکشن که همه چیز خوبه، اگه طبق ایدئولوژی ما و باور ما رفتار کنی بهشتی به تو میدیم.
اونجا دیگه نیاز نداری دنبال زنان باشی، خودشون 72 تا حوری به تو داده میشه، همشون هم همیشه باکره، با ویژگی ها و سجایای خاص، همیشه متنعمی. اصل هست و اونجا درختی هست و. اما شرطش اینه که به ایدئولوژی ما وفادار باشی. اگر از اسلام بیرون بری دیگه اینا رو به تو نمیدیم، میفرستیم یه جایی که اونجا پر وحشت. ایدئولوگ ها هم سعی میکنن فضای جامعه رو اینجوری آرمانی نشان بدن. البته جنبه های دیگری هم داره که حالا عرض خواهم کرد. و از زمان سر تاماس مور بگیری، تومازو کامپانلا بگیری، تا به قرون جدید یعنی 18 و 19 میرسی، پره از اوتوپیا سازی ها. اما یه هدفی هم داشتن این روشنگران، مجبور بودن دست به اوتوپیا سازی هم بزن، یعنی همش منفی نبوده، اما یه ابزاری که همه میتونن ازش استفاده بکنن و این انسان ها هستن که باید حواسشون رو جمع کنن، فریب اوتوپیا سازی ها رو نخورن. بخشی از این اوتوپیا سازی ها که توسط روشنگران به خصوص در قرون 17 و 18 و 19 شکل گرفت، به دنبال این بود که به انسان ها بگه که شرایط جامعه میتونه دگرگون بشه. یعنی فکر نکنید این وضعیت بدی که ما داریم یک سرنوشت محتوم و محکوم ماست. نه، حتمی هم نیست، حبی هم ندادیم، میتونیم عوضش بکنیم. همین دلیل در دوران گذشته ما دوران طلایی داشتیم. یکی از مبانی اندیشه‌های ناسیونالیستی همینه دیگه، یعنی یک مجد و عظمتی در دوران گذشته متصور میشه. ناسیونالیستا در ایدئولوژی خودشون سعی میکنن، حالا در ایده های خودشون بگیم، چون بعضی میگن ناسیونالیسم ایدئولوژی نیست، ما فرض بر این میگیریم که در درون اون بسته چه ویژگی هایی وجود داره که شبیه به ایدئولوژی. شما به یک عصر طلایی نگاه میکنیم، ما ایرانیان مثلا به دوران باستان نگاه میکنیم، یونانیان مثلا ممکنه به دوران اسکندر نگاه بکنن، اعراب به صدر اسلام که زمان عمر و دیگرانه که سبب فتوحات شده نگاه بکنه، همینطور میاد جلوتر. حتی ماکیاولی وقتی در کتاب خودش گفتارها دیسکورسز و همینطور شهریار داره مطلب میگه، به جمهوری روم نگاه میکنه، یعنی عصری که در اون از نظر او ویژگی های مطلوبی وجود داشته که یک جامعه رو روپا نگه داشته بود، میره ساختاراشو بررسی کنه. البته اون به دنبال اوتوپیا سازی نیست، او واقع‌گراست، اما میخواد نشان بده دلیل انحطاط چیست. بنابراین یه عصر مطلوب رو معیار میذاره، بعد نسبت برقرار میکنه با وضع نامطلوب فعلی. روشن فکران، روشنگران سعی میکردن با اوتوپیا سازی به مردم بگن که جوامع در حال تغییرن، تغییر خواهند کرد. دومین ویژگی این بود که نشان بدن این تغییرات حاصل کار خود انسان هاست، نه اینکه خدا خواست ما بدبخت بشیم، نه اینکه خدا خواست به ما غضب کرده، ما ایرانیان بدبخت شدیم چون خدا به ما غضب کرد. نه، باید برگردیم به سراغ علتهای واقعی. چه علتهایی سبب شد که ما ایرانیان که روزگاری آن بودیم این شدیم؟ ویژگی دیگر این که انسانها میتوانند تغییر بکنند و این تغییر با تغییر اندیشه است، با تغییر دانشه. یعنی با صرف دعا کردن و نیایش کردن چیزی حل نمیشه، باید بریم تفکر مورد نیاز پیشرفتمون رو پیدا بکنیم، ابزارهای پیشرفت خودمون رو پیدا بکنیم، طرح‌ها و برنامه‌های مناسب برای پیشرفت رو پیدا بکنیم. ما نمیتونیم بنشینیم هیچ تغییر فکری ندیم بعد بگیم جامعه ما خوب بشه، نه. دیگر ویژگی که اوتوپیا سازان مد نظر داشتن، در کنار اینکه انسان‌ها می‌توانن تغییر ایجاد بکنن با تغییر اندیشه و دگرگونی، الگوسازی است. یعنی ما نشان بدیم که جامعه مطلوب ما باید این الگوها رو داشته باشه، باید دنبال این الگوها بریم. برای ایجاد عدالت، فهم ما از عدالت باید تغییر بکنه،
ابزارهایی هم که میخوایم برای تحقق عدالت به کار بگیریم و مستقر کنیم رو هم بشناسیم. همین دلیل فضای اوتوپیا سازی در اون زمان وجود داشته، امروز هم کم و بیش وجود داره. این تفکر اوتوپیا سازی چه در متون دینی، چه در متون ادبی، چه در متون فلسفی و چه در متون علمی تخیلی امروز شما میتونید ببینید. حجم گسترده اوتوپیا سازی، اینو عرض کردم که اگر بینندگان ما گهگاهی با این کتاب‌ها روبرو میشن و براشون عجیبه که خب این افراد خب بیکار بودن بنشینند یک جامعه رو تصویر بکنن که اصلا به وجود نمیاد، چرا این کار رو کردن؟ بقیه که سعی این اوتوپیا سازان این است که جامعه ای رو که میخوان بسازن برای مردم معرفی بکنن، زیربنای اندیشه مردم این باشه که تغییر هم متصوره، تحول هم شدنیست، تطور هم آمدنیست. بنابراین ایستا نباشی، دنبال منجی نباشی، دنبال این نباشی که خدا به شما عنایت بکنه. با نذر و نیاز و دعا و نیایش کارها به پیش نخواهد رفت. پس میبینیم ایدئولوژی هم سعی میکنه روابط و پدیده ها رو برای ما مشخص بکنه. برای این کار طرح‌ها و برنامه‌ها هم میده، ارزش‌ها و معیارها رو مشخص میده. چیز کردم در اوتوپیاها هم وجود داره، اینکه در یه ایدئولوژی عدالت بالاتره، در ایدئولوژی دیگه برابری بالاتره، در ایدئولوژی دیگه آزادی بالاتره، چون گاهی وقتا اینا با هم قابل جمع نیست. اینکه ارجحیت هر کدوم از این مؤلفه ها کدامه در ایدئولوژی اهمیت پیدا میکنه. تفاوت این که مثلا شما در سوسیالیست، در مارکسیست به دنبال برابری، عدالت اینها هستید، با لیبرالیست که به آزادی اهمیت میده، به اون مبانیش برمیگرد. و خب البته نتایج هم متفاوت میشه دیگه. دولتی که آزادی اساسشه با دولتی که برابری اساسشه، عدالت یا جامعه برابری در جامعه اساسشه، متفاوت میشه. تو یکی در نهایت دولت برای اینکه عدالت ایجاد بشه، جامعه، دولت مسئول برابری باشه، مسئول عدالت باشه، سعی میکنه دخالت هم بکنه. اما در لیبرالیسم داستان ها متفاوت تره، چون اونجا آزادی فرد معنا داره، برای دولت نباید نقشه حاکم رو بازی بکنیم، نقش متصدی رو بازی بکنیم، باید سعی کنه وارد فضای درگیری نشه. یکی دیگر از مهمترین ویژگی هایی که ایدئولوژی داره توجیه کنندگیست. این بحث بسیار مهمیست با توجه به اینکه بودن 3-4 دقیقه به پایان برنامه ما مانده، یه بخشی رو عرض میکنم و بخشی دیگر رو میذارم برای برنامه بعدی. ایدئولوژی که من عرض کردم در نوبت قبل همانند دین سه کارکرد داره: یک جنبه توصیفی، یک جنبه تجویزی و یک جنبه اقنایی. اقنایی یعنی شما رو قانع میکن، میپذیریدش، اما مکانیزم پذیرشش الزاماً این نیست که دلیل میاره، استدلال میکنه، چون جا بچه افتراق داره با علم. اینا رو من دارم تبیین میکنم که بعد که نوبت آینده خواهد بود در مورد علم وقتی صحبت میکنیم، اینجوری که برای شما روشن میشه که فضای جامعه ما چه اندازه ایدئولوژی زده است، دین زده است، و یک جامعه دیگه چطور فضای جامعه علمی است. حالا این به این معنا نیست که اون جوامع افراد خرافی ندارن ها. شما فکر نکنید که در امریکا همه عقلانی فکر میکنن، اصلا انسان خرافی وجود نداره. نه، منظور فضای فکری جامعه هست، اون جان، روح، سلطه فکری در درون جامعه به کدوم عنصر برمیگرده؟ آیا به دین برمیگرده یا به علم و دانش برمیگرده؟ آیا به شأن مؤمنانه برمیگرده یا به خرد جمعی برمیگرده؟ بحث ما اینهاست. یعنی ما وقتی میگیم جامعه ای فضاش ایدئولوژی زده است، شما برگردید به شوروی کمونیستی،
اون فضای جامعه ایدئولوژی زده است. یعنی خرد، عقل، منطق چیزی است که ایدئولوژی داره به ما میگه. دیگه بیشتر از اون ما نمیفهمیم. توانایی فهم نداریم. حالا این عدم توانایی هم حاصل مکانیزم هایی است که دولت به کار میگیره دیگه. رسانه ها رو در اختیار داره. کتب مدرسه و درس و دانشگاه رو در اختیار داره. در درون گروه های شغلی و اجتماعی مکانیزم هایی رو به کار میبره که شما به همون شکل اجتماعی میشید، جامعه پذیر میشید. از کودکی وقتی به دنیا میایید همون اندیشه های کمونیستی رو میپذیرید به عنوان یک بدیهی حقیقت. مثل ما، شما الان برید در یک فضای اسلامی یه جوان 20 ساله رو نگاه بکنید، تمام آداب و رسوم اسلام رو حق میدونه فرضاً، اما خودش مطالعه نکرد. برای همینه که 4 تا سوال ازش میپرسید بعضاً هم بلد نیست. اما در مدرسه، در محیط خانوادگی، در جمع دوستان و گروه های دیگه به او یاد دادن که اسلام حقه، اسلام درسته. پس وقتی ما سخن از این میکنیم که در درون یک جامعه فضا آیا ایدئولوژیک هست یا نیست، مقصود ما این نیست که تو اون جامعه ایدئولوژیک افراد خردمند وجود ندارن. نه خیر، وجود داره. به این معنا نیست که در یک جامعه خردورز و علمی افراد خرافی وجود ندارن. نه خیر، وجود داره. چه بسا به مدارج بالای سیاسی هم برسن. بسیار از اونا بازیگران موفقی هم در حوزه سینما هستن، در ورزش هستن. دیدید دیگه که نیاز به گفتن من نیست. اما فضای فکری کل جامعه فضای ایدئولوژیک نیست. اینطوری نیست که اگر یک عالم دینی نظر داد همه دیگه کار رو تعطیل بکنه. نه، میرن به سراغ اندیشه هایی که بتونن در دل اون علم رو پیدا بکنن، به سراغ مسائلی باشن که با خرد جمعی حلش بکنن. و مطلوب ما هم چنین فضایی است. هیچ وقت ریشه خرافات رو شما نمیتوانید بخوش کنید، ریشه سنتگرایی رو نمیتوانید بخوش کنید. اما باید فضا رو به نحوی کرد که ارزش های مؤثر و مثبت امروز رو از این فیلتر عبور بدیم، به کار بگیریم. پس مهمترین جنبه‌ای که حالا من میخوام عرض بکنم، یعنی جنبه توجیه کنندگی ایدئولوژی، 5-6 ویژگی خاص داره که من این رو در نوبت آینده سعی میکنم عرض کنم، چون بسیار مهمه برای فهم اینکه چگونه ما در درون یک ایدئولوژی ماندگار میشیم و با اینکه این همه ایرادات رو ما میبینیم بیرون آمدن از اون دشواره، چون یه مکانیزم هایی داره که اگر اون رو نشناسیم خیلی دشواره. چه برای کسانی که دارن با اینا مبارزه میکنن، یعنی روشنفکران و روشنگران، باید این جنبه های اقناعی دین رو بشناسن، و چه مردمی که میخوان از این وضعیت بیرون بیان، اونا هم باید بشناسن با چه مکانیزمی در حصار ماندن، با چه مکانیزمی در اختیار آخوند قرار گرفتن، با چه مکانیزمی هست که علی شب و روز بر زندگی اونها سلطه داره، محمد سلطه داره، قرآن سلطه داره، برای هر ایدئولوژی دیگری فرق نمیکنه، انسان‌هایی که در اون وضعیت هست. اینا مباحثی است که ما در آینده به شکل مؤثر و مشروعی مطرح خواهیم کرد. سپاسگزارم از تلویزیون پارس و جناب شهرتی عزیز. تا برنامه دیگر که در خدمت شما باشیم. فرمایش. هیچ کدام از اینها به واسطه اون باورهایی که در ذهن ما هست نمی‌تواند. بنابراین ضرورت بازشناسی باور بسیار مهمه. همانطور که عرض کردم، اندیشمندان مختلف در